بینندگان عزیز سلام بر شما. در پایان ایام نوروزی امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و امروز هم در روز 13 به در با این امید که هر اون چه که از نحوست بوده رو از خودتون به دور کرده باشین و با ایمان به اینکه نحوست اصلی میهنمون یعنی نظام ولایت و ویروس کرونا رو در سال 1400 از کشورمون به در کنیم. اما دوستان، گفتگوی اصلی امروز ما اختصاص داره به بررسی موقعیت بین‌المللی رژیم. در این گفتگو تلاش می‌کنیم وضعیت رژیم در صحنه بین‌المللی در سالی که گذشت، یعنی سال 99 رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم چشم‌انداز مختصات رژیم در سال 1400 چیه و نهایتاً به این سوال کلیدی پاسخ بدیم که آیا بازگشت به برجام میتونه راه نجاتی برای رژیم باشه؟ همراه میشیم با دکتر علی صفوی تا به این موضوعات بپردازیم. دکتر صفوی، با شما خیلی خوش آمد میگم. خوشحالم که در این روز مهمان گفتگوی ما هستین. خواستم اگه موافق باشین با آخرین خبرها شروع کنیم با شما و اینکه خبر از راه‌اندازی آبشار چهارم سانتریفیوژ از طرف رژیم تو رسانه‌ها منتشر شده و همینطور جلسه 5+1 در وین. بله. از شما بیشتر بشنم. خواهش کنم. اولا که سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز در هر کجا که هستن و من هم مثل شما در آرزوی شما برای اینکه سال 1400 سال رفع نحوست رژیم آخوندی از میهن عزیزمون باشه سعیم هستم. بله. و اما درباره سوال‌های شما، سوال اولتون بود در رابطه با خبری که منتشر شد، در واقع گزارشی خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده که رژیم یک سانتریفیوژهای جدیدی رو به کار گرفته. در واقع طبق گزارش آژانس 174 یک آبشاری از 174 سانتریفیوژ رو، سانتریفیوژهای IR2M در سایت نتنز به کار گرفته برای غنی‌سازی اورانیوم و این علاوه بر 696 یک آبشار 696 سانتریفیوژی بود که قبلا با سانتریفیوژهای IR2M در نتنز مشغول به کار بود و علاوه بر اون یک آبشار 174 تایی هم از سانتریفیوژهای IR4 که در نتنز مشغول به کار هست. و خب طبعا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده از این فعالیت‌ها به خاطر اینکه اینها خب نقض صریح برجام هستش از جانب رژیم، هرچند که خب بایست اینها رو تلاش‌ها و ترفندهای رژیم برای باجگیری از جامعه بین‌المللی قلم داد کرد، به خصوص به اصطلاح تلاش مذبوحانه رژیم برای اینکه اونقدر به اصطلاح فضا ایجاد کنه که آمریکا رو وادار کنه که تحریم‌ها رو لغو کنه و برگرده به برجام. و اما در مورد بخش دوم سوالی که مطرح کردید، اجلاسی که امروز برگزار شد، بله در وین، بله که در واقع همه کشورهای حضور برجام به جز آمریکا و رژیم بودند، البته نه در سطح وزیر بلکه از رژیم معاون ظریف یعنی عباس عراقچی شرکت داشت. و اونطور که خبرها در واقع میگن، تصمیم گرفته شده که در سه‌شنبه آینده یک جلسه باشه که در اون راجع به در واقع زمینه هایی که یا قدم هایی که باید برداشته بشه که آمریکا به برجام برگرده صحبت بکنن. البته خود رژیم از اونجایی که خب خامنه ای در سخنرانی که کرد در عید نوروز مشخص کرد که به هیچ وجه مذاکره مستقیم با آمریکا نیست، گویا قرار هستش که یک نماینده از آمریکا باشه ولی توی اتاق کناری و خلاصه بحثا رو گوش کنه، که البته خیلی مسخره و مسخره هست به طور واقعی، چون همه میدونن که این رژیم آخوندی رژیم دجال واقعا له له میزنه برای اینکه بشینه پای میز مذاکره با آمریکایی‌ها، همون مثل اون دورانی که ظریف در واقع با جان کری کنار دریاچه قدم می‌زدن و از این کارا. ولی به هر حال قرار اینطوری بشه و قرار هست که آمریکا شرایطی رو که رژیم بایستی بهش گردن بگذاره در رابطه با تخلف‌هاش از برجام مطرح کنه
و رژیم هم به اصطلاح مطرح کنه که آمریکا چه تحریم‌هایی رو باید لغو کنه که خلاصه این معامله سر بگیره و دولت آمریکا به اصطلاح برجام برگرده. البته همونطور که حتما خود شما میدونید و بارها مقاومت ایران مطرح کردن و مهمتر از همه رهبر مقاومت ایران تصریح کردن بارها که اگه طلا هم از آسمون بباره واسه این رژیم هیچ مسئله ازش حل نخواهد کرد. آب از سر این رژیم گذشته و در چنبره بحران‌های لاعلاج اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای گریزی از سرنوشت محتومش که سرنگونی هست نخواهد داشت، ولو اینکه یک افت و خیزهایی هم باشه، ولو اینکه یک بدبستون‌هایی هم تو این رابطه صورت بگیره. بله بسیار خوب، ما حول این موضوع که مذاکره و نتایج چی میتونه باشه بیشتر خواهیم پرداخت. اما ما اگه بخوایم دکتر صفوی بخوایم این نگاهی بکنیم به سال گذشته، سال 99 و اینکه مشخصا تو زمینه روابط خارجی رژیم که بیشتر متأثر در رابطه با آمریکا بوده، اگه بخوایم اینو به دو قسمت تقسیم کنیم، قسمت اول اون 9 ماه اول که دوره ترامپ بود و سیاست فشار حداکثر و 3 ماه بعدی هم که دوران بایدن بود و همه انتظار تعامل و مذاکره رو تو این رابطه داشتن، خواستم مشخصا بپرسم که شما این سال 99 رو چطور می‌بینید تو سیاست خارجی رژیم؟ خب در واقع سال 99 به طور واقعی یک سال شکست تمام عیار رژیم آخوندی بود در همه زمینه‌ها، تا اونجایی که به مسائل بین‌المللی هم مربوط میشه. چرا؟ برای اینکه اولا ما شاهد بودیم که تو همون 9 ماه اولی که مورد اشاره شما قرار گرفت، خب تحریم‌های بسیار سخت و سنگین و فراگیر و گسترده‌ای علیه مقامات رژیم، علیه نهادهای رژیم اعمال شد. خودشون مقامات رژیم شکوه و شکایت می‌کردن که بیش از 1500 تحریم مختلف دولت آمریکا علیهشون اعمال کرد، از صنایع فلزاتشون، از صنایع نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، ترابری، همه در واقع زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی رژیم که شما تصور بفرمایید علیهش تحریماتی برقرار شد. در روزهای آخر هم همچنان ادامه داشت. بله بله، تا روزهای آخر. و البته این حالا می‌برزیم به دولت جدید که دولت جدیدم تحریم‌های اعمال کرده. علاوه بر اون خب ما دیدیم که در سال گذشته محسن فخریزاده به اصطلاح پدر اتمی رژیم آخوندی به هلاکت رسید و خب رژیم از این بابت یک ضربه جدی خورد و قبل از اون هم خب ما شاهد به هلاکت رسیدن پاسدار سلیمانی بودیم، سرکرده نیروی تروریستی قدس. و بنابراین میشه گفت که در 9 ماه اول سال ایرانی سالی بود در واقع پر از ضربه و شکست برای رژیم آخوندی. ولی از زمانی که دولت جدید روی کار اومد در واقع ما شاهد ادامه سیاست تحریم ها علیه رژیم بودیم، به جز یکی دو حرکت سمبولیک در واقع که دولت بایدن انجام داد، از جمله رفع محدودیت از ترددات عوامل رژیم در نیویورک، چون بر اساس محدودات که دولت قبلی اعمال کرده بود عملا اینا در حبس خانگی بودند، فقط می‌تونن از محل کارشون برن سازمان ملل و نه جای دیگه، یکم اینو شل کرد. بعدم مقوله محدودیت مسافرت شهروندان کشورهای مسلمان رو به آمریکا لغو کرد، ولی فراتر از اینها نرفت و همونطور که میدونید و خود مقامات دولت آمریکا از جمله وزیر خارجه تونی بلینکین و همینطور مشاور امنیت ملی بایدن جیک سالیوان روش تاکید کردند، هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد مادامی که رژیم به نقض برجام و همینطور فعالیت‌های مخربش در خاورمیانه ادامه میده. حالا شما به امتیازهای فوق‌العاده جزئی که دولت جدید آمریکا به رژیم داد در ابتدای اومدنش اشاره کردین، اما یه واقعیت هم بود که خلاصه با تغییر دولت آمریکا از ترامپ به بایدن، سران نظام مشخصا انتظار داشتن که خلاصه فضای بین‌المللی به نفع رژیم تغییر کنه. اینم توی مطبوعاتشون و همه جای
بیرون میزد و دیده میشد. خواستم ببینم که شما این موضوع رو چطور میبینید. منظورم که انتظار چی بود و در عمل چی شد. بله. خب اجازه بدید مقدمتا این رو عرض کنم خدمتتون که روشنه که دولت جدید آمریکا روی کردش و نگرشش به سیاست در قبال رژیم با دولت قبلی متفاوت هست. هرچند که هر دو تأکید میکردن که سیاستی که دنبال میکنند تغییر رژیم نیست، دولت ترامپ هم با به اصطلاح سیاست فشار حداکثری که اعمال کرد همواره تأکید میکرد که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و حاضریم با مقامات همین رژیم، رهبران همین رژیم مذاکره بکنیم. خب دولت بایدن که قبل از اینکه اصلا بایدن انتخاب شه به عنوان رئیس جمهور آمریکا در فعالیت انتخاباتیش و همینطور در پلتفرم حزب دموکرات تصریح شد کرده بود که به محض اینکه به ریاست جمهوری برسه به برجام باز خواهد گشت. اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این هستش که همچین چیزی حداقل تا الان که دو ماه و نیم از ریاست جمهوری بایدن میگذره هنوز چنین چیزی رخ نداده. یعنی واقعیت‌های موجود روی زمین خیلی سرسخت‌تر از این حرف هاست، کما اینکه همه مقامات دولت بایدن که قبلاً همشون جزو هیئت مذاکره کننده بودن در مورد برجام، از جمله وندی شرمن که الان معاون وزیر خارجه آمریکا هست، تصریح کرد که 2021 1399 یا 1400 2015 یا 1394 نیست. بله. و شرایط چه در داخل ایران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی تغییر کرده. بنابراین این انتظاری که ما به راحتی و بدون هیچ گونه اقدامی از جانب رژیم به برجام برگردیم این متصور نیست. و بنابراین در یک جمله اگه بخوام عرض کنم خدمت شما، انتظاراتی که رژیم داشت، کیسه گشادی که ولی فقیه و ظریف و روحانی و بقیه دوخته بودند، خب این محقق نشد. و میدونید که خود روحانی و ظریف همین روزها اصلا گفتن که بایدن هم سیاستاش ادامه همون سیاستای دونالد ترامپ هست. بله، گفتن که ما هیچ تغییری تا الان ندیدیم. حالا شما تو همین رابطه مواضع اروپایی ها رو چطور میبینید؟ اونا تا اینجا چطور حرکت کردن تا این نقطه؟ خب اروپایی ها خب میدونید که تاریخاً اروپا سیاست مماشات با رژیم هست. بله. ولی اونها هم اتفاقاً و از قضا به دلیل تحولاتی که چه در داخل خود ایران بود، از جمله حداقل دو قیام سراسری، یعنی دی 96 و آبان 98 و ثانیاً استمرار نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران، اعدام‌های وحشیانه که صورت گرفت، خب البته و مهمتر از همشون در اعدام نوید افکاری و همینطور اعدام‌های مخالفین سیاسی رژیم، بلوچ‌ها و هموطنان اهل تسنن و عرب، یعنی هموطنان عرب ما. بله. خب این نگرانی جامعه بین‌المللی رو و به طور خاص اروپایی رو برانگیخت، به خصوص که می‌دونید دیگه تو خود همین اروپا اون دادگاه آنتورپ یک دیپلمات تروریست رژیم رو، اسدالله اسدی و سه تن از همدستاشو به زندان محکوم کرد، زندان‌های طویل المدت، که خب نشون میداد که رژیم در خاک اروپا به فعالیت تروریستی اشتغال داره. از جمله اینکه همین اسدی مزدور 289 سفر انجام داده بود و با انبوهی از ماموران رژیم ملاقات کرده بود، بهشون پول داده بود. و خب اینها طبعا مورد موجب نگرانی اروپا بود، ضمن اینکه حتما میدونید اروپایی‌ها به خاطر اینکه به هر حال یک منافعی هم دارن با کشورهای منطقه، حالا اسرائیل که جای خود داره، کشورهای عربی، عربستان، امارات و سایر کشورها، گفتن که اگر قرار باشه مذاکراتی صورت بگیره که ما بخواهیم به یک تفاهمی برسیم با رژیم آخوندی که به قول معروف فراگیر باشه، حتما بایستی طرف حساب‌های منطقی ما هم از جمله عربستان در این مذاکرات حضور داشته باشند، چیزی که اصلا بله به مزاق رژیم آخوندی خوش نیامد. بنابراین
خود اروپایی هم خیلی خیلی به قول معروف دست به عصا و با ملاحظه و احتیاط با رژیم دارن پیش میرن، چیزی که اصلا آخوندها ازش استقبال نمی کنن. و خامنه ای در همین رابطه هم به اروپایی ها در سخنرانی نوروز خودش حمله کرد. آخرین حرکت اروپایی هم کمی تحریم های حقوق بشر بود که البته قرار هفته آینده باشه. بله بله. علیه بله نهادهای سرکوبگر رژیم و مقامات سرکوبگر رژیم. و هرچند که همونطور که میدونید در آخرین اجلاس مشترک بین امریکا و سه کشور بزرگ اروپا یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان در برنامه مشترکی که صادر شد ابراز نگرانی جدی کردن نسبت به استمرار نقض گسترده حقوق بشر در ایران. بنابراین همونطور که خود شما گفتید به درستی بایستی شاهد اعمال تحریم‌های جدیدی علیه رژیم توسط اروپا هم هفته آینده باشیم، که البته این هم خوبی ربطی به برجام نداره. و ما فشارهای برای افزون بر فشارهایی که بر رژیم. حالا دکتر صفوی، الان شما گفتیم به خوبی که رژیم انتظار داشت با اومدن دولت جدید بایدن فشارها از روش کمتر بشه، به نوعی تحریم‌ها، اما چنین چیزی واقع نشد و فشارها همچنان ادامه داره و اروپایی هم که الان شما گفتین داره اضافه میشه. من خواستم چشم انداز رو در سال 1400 نگاهی به اون بکنیم. الان ما گذشته رو دیدیم، حالا هم که شما به نوعی تا الان توضیح دادین، آینده رو شما چطور میبینید؟ روابط خارجی رژیم و وضعیت سیاسی اون رو چطور میبینید؟ خب من فکر میکنم که چشم انداز رو خامنه ای توی سخنرانی خودش به خوبی مشخص کرده. یک، گفته که آمریکا بایستی تمام تحریم ها رو لغو کنه و ما بایستی راستی آزمایی کنیم ببینیم که انجام شده یا نه، بعد تصمیم بگیریم که بیایم مواردی رو که از برجام لغو کردیم به اصطلاح برگردونیم به عقب و در کادر برجام حرکت کنیم. و ایزن همین درخواست رو از اروپایی ها هم دارن. بنابراین اینم تصریح کرد که ما به هیچ وجه با آمریکا مذاکره نمی کنیم، عجله نداریم، مد سرخ ما سیاست اعلام شده حکومت هست. اون گفتش که در واقع سیخی هم به روحانی بود، بعدم گفت تازه سرنوشت این رئیس جمهور فعلی آمریکا هم روشن نیست، که می گفت خلاصه بایستی صبر کرد ببینیم روند تحولات چگونه هست. بنابراین اگر ما سال گذشته رو ملاک و معیار بگیریم برای اینکه بخوایم پیش بینی کنیم سال آینده چه خواهد بود، من فکر نمی کنم که سال آینده سالی در واقع برای رژیم سالی باشه به اصطلاح بشه گفت سال گشایش و اینکه تحریما کاملا لغو بشه و شرایط به شرایط 1394 یعنی دوران بایدن برگرده. میدونید که خب ما دوران اوباما، بله ببخشید دوران اوباما دورانی که ما شاهدش بودیم که خب در سال گذشته همونطور که عرض کردم رژیم منهای تحریمایی که بود خب دست به یک سری اقدامات دیگه زد، موشکای بالستیکش رو آزمایش کرد، گسترش داد، حمله کرد به پایگاه آمریکا در استان انبار، یک سری کشتی ها رو بهشون بمب چسبوند، یک سری کشتی ها رو ربود، اون هواپیما اوکراینی رو به شلیک کرد و باعث کشته شدن 176 تا مسافرش شد، همین اقدامات تروریستی که در سطح اروپا انجام داده بود. بنابراین از اون جایی که رژیم مشکل اصلیش موضوع داخل کشور هست، بله، ویروس کرونا رو نتونسته و نخواسته باش به طور جدی مقابله کنه و هر روز میبینیم که از همشهر هموطنان ما قربانی میگیره، در واقع بایستی انتظار داشت که رژیم به استمرار سیاستاش ادامه بده و مادام که این سیاستها ادامه پیدا بکنه غرب هم بسیار بسیار بعید هست که بخواد با رژیم وارد یک تعامل جدی بشه. بله، من تعدادی کامنت هم اجازه بدید براتون بخونم. هموطنی گفته که چشمانداز رژیم در سال 1400 سرنگونیه. بیننده دیگه گفته که بعد از سال 2018 نحوه برخورد آمریکا با قطعنامه 2231 شورای امنیت نشون داد که آمریکا از شرایط قبل از توافق دور شده و آمریکا به ورشکستگی رژیم
در تمام سطوح ایرانی پی برده. من می‌خواستم اگه ممکنه در رابطه با این سند راهبردی و توافقی که بین رژیم و چین هم هست ببینم کمی بپردازیم. آیا مثلا سوال اینه که آیا این به این معنیه که رژیم از آمریکا و لغو تحریم ها ناامید شده و یک چرخش جدی به سمت چین یا همون استراتژی نگاه به شرقی که به اصطلاح خامنه‌ای میگفت تو اون زمینه باید دید، یا نه صرفا یک تهدیدیه از سوی رژیم برای امتیاز گرفتن از آمریکا؟ شما این حرکت رو چطور میبینید دکتر صفوی؟ در واقع اینو اول باید مقدمتا عرض کنم که تا اونجایی که به رژیم آخوندی مربوط میشه هیچ جای شک و شبهه‌ای در وطن فروشی آخوندا نیست. اونها برای حفظ حاکمیت ننگین خودشون حاضرن تمامی سرمایه های ملت ایران رو به تاراج بدن، و کما اینکه همونطور که رهبر مقاومت بارها گفتن هیچ رژیمی در تاریخ ایران به اندازه آخوندها سرمایه های ملی میهن ما رو به تاراج نداده و دو دستی تقدیم دولت های استعماری نکرده. با ذکر این مقدمه باید عرض بکنم که خیلی نباید این توافق رو جدی گرفت. اولا که همونطور که میدونید متن این توافق که منتشر نشده، ثانیا خود مقامات رژیم از جمله حتی کمال خرازی که رئیس ارگان راهبردی خامنه ای هست و علی ربیعی که سخنگوی دولت روحانی بود، هر دو تاکید کردند که این یک توافقیه در واقع به عنوان یک نقش مسیری برای اقداماتی که در آینده بایستی صورت بگیره و حاوی هیچ تعهد جدی نیست. حالا اینکه چقدر این راستی ها آخونده مثل همیشه دارن فریبکاری میکنن بماند، ولی واقعیت اینه که این یکی از آخرین تشبسات رژیم برای فرار از سرنگونی محتوم هست، همون چیزی که یکی از بینندگان شما چند لحظه پیش گفته بود، یعنی در واقع سرنگونی در انتظار این رژیم هست در سال آینده و قیام ها در انتظارند. در زیر در واقع خاکستر کرونا یک در واقع شعله قیام روشن هستش و دیر یا زود سر باز خواهد کرد و فوران خواهد کرد این آتش فشان. به خاطر داشته باشید که در شهریور ماه سال 1356 هوا کوفنگ که اون موقع رهبر چین بود به ایران رفت و رفت به دیدار شاه خائن، حتی رفت از باشگاه تاج هم بازدید کرد و گفت من افتخار میکنم که یک تاجی هستم. بنابراین این اقدام رژیم هم و این توافقی که به اصطلاح با چین امضا کردن، حالا هرچی میشه اسمشو گذاشت، برای من راست شو بخواهید تداعی کننده همون دوران بود. معمولا دیکتاتورها در مراحل پایانی حاکمیتشون دست به یک همچین کارهای میزنند. حالا اینکه چقدر این برای ایجاد به قول شما تبلیغات هست و اینکه آمریکا رو بترسونن که اگر که نیای تو برجام ما میریم با چین قرارداد میبندیم، یا اینکه به طور واقعی حساب باز کردن که چین به رژیم پولی برسونه، چون اینا به شدت به سرمایه گذاری نیاز دارن و میلیاردها دلار از پولاشون الان توی چین بلوکه است به خاطر برجام، خب بعد صبر کرد و دید. ولی به هر حال با چین و بدون چین هیچ مسئله از این رژیم حل نخواهد شد. رژیم آخوندی در سراشیب سرنگونی هستش و در حقیقت نمیتونه با هیچ تشبسی و با هیچ وطن فروشی جلوی عزم و اراده مردم ایران رو برای سرنگونیش بگیره. حالا دکتر صفوی، الان این حرکتی که الان رژیم کرد که الان شما هم گفتین توافقی که با چین داشت تضاد جدی نمیتونه ازش حل بکنه، به نوعی میشه گفتش که آخرین تیر ترکش رژیم، اگه بخوایم مثال بزنیم، برای حفظ بقاش همون پذیرش برجامی هستش که به نوعی شروطش رو دولت بایدن بخواد براش بذاره، که حالا اسمش رو بذاریم برجام 2021 یا 2021. حالا سوال اینه که آیا در این صورت به نظر شما اگر رژیم تو این دستگاه بره میتونه از بحرانهاش خارج بشه، میتونه تحریم ها لغو بشه و خروج از تنگنای اقتصادیش باشه؟
یک سوال پایه‌ای در واقع. اگر که خب رژیم میتونست کوتاه بیاد، کوتاه میامد، نیازی به این همه کش و قوس نداشت که مثلا این ببخشید ادا ادفارایی که نماینده آمریکا بیاد توی اتاق دیگه بشینه و اینا توی اتاق دیگه باشن و خب تو اگه میخوای مسائلت حل بشه و شما هم کاملا درست میفرمایید که فقط و فقط با تکیه به آمریکا میتونه برخی از مسائلش رو حل بکنه، هرچند که باید بلافاصله یادآوری بکنم که به خاطر داشته باشیم که رژیم شاه خائن از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار بود، اما نتونست جلوی قیام مردم، خیزش مردم ایران رو بگیره و سرنگون شد و به زبالدان تاریخ فرستاده شد. این رژیم هم نمیتونه، برای اینکه این رژیم ضد تاریخیه. بالاخره ببینید هر حکومتی برای اینکه بخواد پا بر جا بمونه و با ثبات باشه و آینده دار باشه، قبل از هر چیز، قبل از هر میزان حمایت خارجی، بایستی پاسخگوی مسائل عدیده مردم خودش باشه. خب آیا این رژیم تو این 42 سال مسئله حل کرده؟ دوران احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران بوده یا 600 میلیارد دلار، کجا رفته این پولا؟ بنابراین ملاحظه میکنید که اولا که رژیم نمیتونه به برجام 2015 برگرده. خامنه‌ای گفته دیگه، بله، ولو این که برگرده باز هم مشکلی ازش حل نخواهد شد، کما اینکه میدونید الان هم خامنه‌ای خیز برداشته که رژیم رو تک پایه بکنه، یک رئیس جمهوری بیاره که خودش گفت دیگه مشخصاتش رو توی اون سخنرانی که کرد و میخواد که بالکل جناح رقیب رو از صحنه حذف کنه. بنابراین آنچه که در چشم انداز هست تشدید و استمرار بحران‌های درونی رژیم هست، استمرار بروز اعتراضات و نارضایتی مردم ما هست که ما شاهدش بودیم این ماه‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، در اهواز، جاهای دیگه، و همونطور که عرض کردم هیچ گریزی از سرنگونی محتوم نخواهد داشت. بسیار سپاسگزارم. اگه موافق باشید به سوال هموطنی هم کوتاه پاسخ بدیم. اول کامنتی رو بخونم. گفته که بیننده گفته در سال 1400 مشکل حکومت با زنان، بی‌ثباتی سیاسی بین‌المللی، عدم امنیت اقتصادی، بی‌اعتمادی مردم به دولت و عبور کردن مردم از فضای سرکوب و اختناق و حضور کانون‌های شورشی در میان مردم خواهد بود، مشکلاتی که رژیم داره. بیننده سوالی کرده دکتر صفی، گفته که آینده ایران در منطقه و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مناسبات قدرت منطقه و تأثیرات فشارهای دیپلماسی بر روی رژیم در سال جدید چی میتونه باشه؟ خب فشارها که قطع یقین باید آدم انتظار داشت که بالاترم بره، چون به هر حال بی‌ثباتی رژیم، بی‌ثبات سازی رژیم در سطح منطقه یک موضوع جدی نگرانی کشورهای منطقه هست. بالاخره دخالتش توی یمن، ادامه استمرار حمایتش از بشار الاسد، فعالیتش توی عراق، کمکش به حزب الله، موشک پراکنیش در سطح منطقه، اینا موضوعاتی نیست که کشورهای منطقه بخوان به سادگی نسبت به چشم بپوشن و طبعا فشار بیشتری وارد خواهند کرد. ولی همونطور که هموطن ما گفتند که در واقع من هم باید مورد تاکید قرار بدم، از اونجایی که رژیم ناتوان بوده به رغم همه امکانات سرکوبگرانه، اقدامات سرکوبگرانش، به رغم همه بگیر و ببندها و دستگیری ها و اعدام ها که مانع بشه از پیوستن روزافزون جوانان به صفوف کانون های شورشی، ما شاهد گسترش کمی و کیفی فعالیت اونها در سرتاسر میهنمون بودیم و روشن هست که پیوند کانون های شورشی با مردم ما و مقاومت سازمان یافته پیروزی را قطعا در چشم انداز قرار داده و انشالله که این رو ما در سال 1400 شاهدش باشیم. بسیار سپاسگزارم. در پایان کامنتی رو هم بخونیم. سر قرارداد چین بیننده گفته که رژیم گیر کرده تو قرارداد فروش ایران، نه راه پس داره و نه راه پیش. ما به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم. من از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین و تو این گفتگو شرکت کردین دکتر صفوی. بسیار سپاسگزار و تشکر. با تشکر از شما. خواهش می‌کنم.